درود به شما دوستان عزیز و خوبم. قول داده بودم که یک سری نوشیدنی های خوب بهتون معرفی بکنم. دوغ عزیز و لذیذ که معرف حضور همتون هست. ما همه ایرانی ها عاشق دوغ و چلو کبابی، خصوصا وقتی که حسابی شور و با ماست ترش درست شده باشه. حالا من میخوام یک روش درست کردن دیگه دوغ رو بهتون یاد بدم با مایهی به اسم کفیر. حالا کفیر چیه؟ اگر تا به حال از کفیر استفاده نکرده باشین، این بطری که من جلوم دارم شیر کفیر هست. شیر کفیر همون شیره که مخمرش کردن و بهش باکتریای کشت شده فعال اضافه کردن و با هر 188 میلی لیتری از این کفیر که ما میخوریم حدود 2 بیلیون باکتری خوب به دستگاه گوارشمون وارد میکنیم. بعضی ها قرص های پروبایاتیک میخورن که این باکتری های خوب به دست بیارن. خب اون یک روششه، بسیار هم عالی، اما برای کمک به دستگاه گوارشمون از دوغ کفیر هم، از شیر کفیر در دوغ میتونیم استفاده بکنیم. حالا بریم و با هم دیگه درست بکنیم. هیچ گونه به قول معروف نسبت خاصی نداره، یعنی مثلا شما میتونید اینجا 2 کاپ آب بریزید، اگه دلتون میخواد رقیق تر باشه بیشتر آب بریزید. اینجا من ماست یونانی دارم، تقریبا 3/4 این بسته، اینم اضافه میکنم. ماست و آبم رو قاطی میکنم و مقداری هم نمک اینجا به مقدار دلخواه خودتونه. من دوست دارم که دوغ ترش و حسابی شور باشه. میلک، این شیر کفیر هم حسابی ترشه و به خاطر همین داخل دوغ بسیار عالی میشه. اینم از این. شنیدین میگن یه تاغار دوغ درست کرده بود؟ اینم ما چون تاغار نداریم، تاغار یه کلمه محلی عراقیه. خلاصه اینم از این. یه مقدارم گلاب به اندازه یه قاشق چایخوری بریزی توش، به همراه نعنا البته. همینطور که میبینین من آنچنان همه چیز رو اندازه نمیگیرم، میتونم بیشتر کفیر اضافه کنم. و این شد تاغار دوغ ما. اینجا میام به یخم، به یخ اضافهش میکنم. این بود دوغ کفیر ما، پر از باکتریای خوب و دستگاه گوارش شما از شما تشکر خواهد کرد. تا دفعه دیگه، روز و روزگارتان خوب.